خیلی متشکرم. واقعا دوست داشتم امشب داستان شادی براتون میخوندم، ولی به هر حال غمگینی گوشه ای از زندگی ماست. ما با همه درد و اندوهی که داریم، ولی با آینده هم فکر میکنیم. دوستان من از من خواسته بودند که راجع به زندان صحبتی بکنم، بعد من ترجیح دادم که یکی از داستانهایی رو که نوشته بودم اخیراً و درباره زندان است اینجا براتون بخونم. امیدوارم اگر که طولانی هست خستتون نکنم. مرایی کافر است. مرایی یعنی متظاهر، و من این واژه رو از کتاب‌های مذهبی گرفتم. مرایی کافر است. یک بار احساس کردم سگ شدم. سگ نه به معنای حیوانی هار، نه، برعکس حیوانی مطیع و بدبخت. روزای اول مشکل بود وضعیت تازه‌ام را درک کنم. آخر آدم آدم باشد، 21 ساله، تر و فرز، سیاسی. من از بکارگیری این واژه برای شناساندن شخصیت گذشتم از تمام مبارزین سیاسی میهنم به جهان عذر می‌خواهم. دوره انقلاب توی برو بچه های جوادیه که کوچه و خیابونها را از فریاد مرگ بر شاه روی سر می گذاشتند لنگه نداشتم. یک محمد می گفتی، یک محمد می شنیدی. باور نمی کردم پوست یک روز کار دستم بدهد. اما نه، تقصیر پوست نیست. پوست را همه دارند. من دارم، تو هم داری، همه آدم ها و همه موجودات روی زمین و توی آب هم دارند. مال من هم با مال دیگران فرقی ندارد. اصلا همین یکی بودن با مال دیگران است که مسئله است. اما داشتم میگفتم یک باره احساس کردم سک شدم، یعنی اون حالت طبیعی آدم بودن از من گرفته شد. بعد که فهمیدم چه هستم، دیگر ارزش و احترام آدم بودن را برای خودم قائل نشدم. گفتم محمد، تو دیگر چیزی برایت باقی نمونده است، به این وضع جدیدت خو کن. دردناک است نه؟ نمیدانم. حالا نشستم توی سلولم، باقر این طرفم نشسته، احمدی اون طرفم، روبرویم هم جوادی و یونسند. کمی با فاصله از یکدیگر هر پنجتایی سرگرم خوندنیم. آنها دارن کتابهای مطهری را میخوانن. من گناهان کبیره آیت الله شهید دست غیب دستم است. همه ما نزدم از آن آدمهای سک شده ایم. جوادی از همه ما کم سنتر است. به زور 17 سالش میشود، سنی که من در دوره انقلاب داشتم. چشمان غمگینی دارد. روزهای ملاقات غبار غمگین روی پلکاش سنگین تر می شود. جز درباره مادر و خواهر 9 سالش نشنیدم از کسی دیگری حرف بزند. جوادی سرش را برده از توی کتاب و دارد جمله هایی را از بر می کند. روی کتاب توی دستم حواسم اصلا بند نمی شود. حالت غریبی یافتم. نمیدانم، شاید دلهره های جوادی 17 ساله که هنوز دلیلش را هم نمیدانم توی وجودم رخنه کرده است. از صبح تا حالا چشمان جوادی از نگاه دیگران پرهیز میکند. دوباره سر توی کتاب فرو میبرم. بله، دارم جستجو میکنم ببینم سگها هم دردناکی را مثل آدمها احساس میکنن. فکر میکنم سوال پرتیست، یعنی کسی زور کشیدن سگها را نشنیده است؟ خودم رنج کشیدن سگای ولگردی را که ماموران شهرداری به اونها زهر خورنده بودند دیدم. لحظه های احتضارشون واقعا تکان دهنده بود. من هیچگاه طاقت نمی آوردم تا با آخر به اونها نگاه کنم. تصویر جان کندن سگایی که می گفتن همراه گوشت به اونها سوزن خورنده بودند و اون جور در هم پیچیدنشون ناله هاشون سخت عذاب دهنده است. شاید تردید حس رنج درباره آدمی که سگ شده چیز دیگری است. به هر حال من درست 5 ماه بعد از دستگیری در زندان اوین زیر دست حاج آقا لاجوردی سگ شدم. حالا حاج آقا لاجوردی را چنان دوست دارم که کسی باورش نمی شود. می گویند این که توابا قربان صدقه حاج آقا می روند چاخان است. از اون حرفا خوب شاید هم تقصیر نداشته باشند. معیار کسی که آدم مونده با کسی که سگ شده حتما باید فرق داشته باشد. یک روز فیلم بازدید خبرنگاران خارجی را از اوین توی تلویزیون مداربسته شهید کچویی نشانمون دادن. من هم در جمع زندانی های توی فیلم بودم. جوادی و یونس هم بودن.
حاج آقا روی صندلی نشسته بود و تفسیر قرآن میکرد و ما همه حلقهش کرده بودیم و به حرفاش گوش میدادیم. میگفتن فیلم در تلویزیون کشورهای خارجی هم نشون داده شده بود. سیاسی ها توی روزنامه‌هاشون نوشتن فیلم دروغ است. نوشتن اینها هیچ کدام زندانی نیستن. من از همون لحظه که فیلم را دیدم میدانستم بیرون از زندان کسی باورش نمیشود. اما چی میشد کرد؟ به نظر من خارجی ها بهتر از خودی ها دیده بودند. کسانی که توی فیلم قربان صدقه حاج آقا میرفتن واقعا زندانی بودند. یعنی من چهره خودم را که توی جمع نشسته بودم و داشتم قربان صدقه حاج آقا میرفتم انکار کنم؟ چه حرفا؟ راستش که میدنم سوخت. آخر من زندانی بودم. آه ببخشید اگر اینطوری حرف میزنم. این اشتباه را همه آدمهایی که سگ شدند میکنند. یعنی گاه از یادشون میرود که سگند و درست مثل اون زمانهایی که هنوز سگ نبودند حرف میزنند. واقعیت این است که حاج آقا لاجوردی واقعا دوست داشتنی بود. اصلا من نمیدانم چرا همه ریختند سر این آدم به این نازنینی و هر روز و هر ساعت برایش حرف در میآورند. حاج آقایی به این خوبی که در عرض 4 یا 5 ماه میتواند آدمی را به سگ تبدیل کند واقعا نازش است لازم دارد، نه تنولن. خوب قضاوت است دیگر. بگذار آدم ها فکر کنند اینها هم از عوالم سگ شدن است. من که حرفی ندارم. من اصلا با کسی حرفی ندارم. من اصلا حوصله اذیت کردن کسی را ندارم. من فقط دارم حکایت حال میگویم. حکایت حال با خودم. میخوام بدانم چطور سگ شدم. نگاه های تیز احمدی را روی خودم احساس میکنم. میپرسد محمد کدام بخشی؟ چشم را روی سرفصل صفحه خیره میکنم. عباداتی که صاحبش را با آتش میکشد. احمدی میپرسد روایت ابو بصیر؟ میگویم بله. احمدی میگوید ابو بصیر از حضرت صادق روایت نموده که روز قیامت بنده ای را میآورند که اهل نماز بوده و او میگویند در دنیا که نماز میخوندی قصدت این بوده که مدحت کنند و بگویند چه خوب نماز میخوند، پس او را به آتش میبرند. برای رفع خستگی دستاش را به اطراف کش میدهد و با دهندره میگوید بترس، بترس از روزی که جهنم از آتشت بنالد. سرش را تکون میدهد. میبینی تمامش حفظم است. جوادی سر از کتاب بر می دارد و به احمدی خیره می شود. عجیب وحشتی امروز در چشمان او خانه کرده است. ای کاش جوادی دلیلش را به من می گفت. یونس انگشت روی لبش می گذارد. هیس بچه ها، ساعت مطالعه است. جوادی سرش را فرز پشت کتابش پنهان می کند. بله، از پوست حرف زده بودم. گفته بودم فکر می کنم تفسیر پوست بود. اما پوست به خودی خود عامل اصلی نبود. عامل اصلی شلاق بود. من هنوز در هیچ کتابی و در هیچ داستانی در باره شلاق خوردن اونچنان که خودم تجربهش کردم تصویری واقعی ندیدم. بعد از شلاق خوردن حس کردم باید واژه شکنجه را از توی کتاب‌های لغت برداشت. واژه شکنجه نارساس، مبهم است. واژه شلاق را که بسیار روشن و واضح است چرا برمی‌داریم و یک اسم دیگر جاش می‌گذاریم تا بعد که خواستیم معناش کنیم بگوییم منظورمون شلاق زدن، قپانی، سوزوندن، بیخوابی دادن، روی یک پا نگه داشتن، تجاوز، آویزون کردن، ناخن کشیدن، سلول مجرد انداختن، با آب جوش تنقیه کردن، شوک برق دادن، وزنه سنگین به تخم بستن، توی دهن شاشیدن، گوه آدم را به صورتش مالیدن، روزی 2 بار جلوی جوخه آتش بستن و خوب آدم واقعا گیج می‌شود. اگر آدم این را بفهمد که اشرف شکنجه شلاق زدن است، دیگر خودش را مجبور نمی کند که واژه مبهم شکنجه را به کار ببرد و بعد برای توصیف اون این همه اسم را قطار کند که چه؟ که دل من و تو را بسوزاند؟ ببخشید، به نظر من اصلا قطار کردن این همه نام برای شکنجه از زبان هر کس که باشد برانگیختن نوعی حس شکنجه‌گری در خود دیگران است. انگار خوشش می آید مثل اسباب بازی اونها را دور و برش بچیند و به همه نشون بدهد. باور کنید همین واژه ساده و روشن شلاق خوردن برای همه انواع شکنجه کافی است. اگر کسی باورم نمی کند قدم بگذارد جلو و راست برود زیر دست حاج آقا لاجوردی تا بفهمد شلاق خوردن یعنی چی. باور کنید این اشتباه است که دنیای زندان و شکنجه را تنها از زبان و رفتار قهرمانانی که شکنجه را تحمل کردن معنا کنیم. راستش من مدت هاست دوربر اینجور آدم ها خط کشیدم. یعنی با اونها کار ندارم. البته هر کس عقیده ای دارد. عقیده ی سگ بدبختی مثل من همچنین است. ببخشید گاه حتی فکر کردم شکنجه، ببخشید شلاق در وجود آدم های از این دست جواز مشروعیت میگیرد تا دیگران بی‌تفاوت از اون بگذرند و بگویند بله شلاق خوردن چیز ساده و پیش پا افتاده است و حتما هر کس که خربزه میخورد باید پای لرزش هم بنشیند و توی زندان هم که حلوا پخش نمی‌کنند. احمدی میگوید محمد انگار حواست به کتاب نیست.
تا سر بالا کنم کتاب از دست جوادی میافتد روی زیلو. احمدی میخندد، با تو که نبودم جوادی. جوادی دست پاچه کتابش را بر میدارد، لبخند غمگینی روی لبش است. جوادی با سکوت سرش را دوباره پشت کتابش پنهان میکند. شانه های لاغرش به اندازه شانه های بچه 10 ساله‌ای به نظر میرسد. یونس میگوید محمد، مرایی مشرک است، اگر دلت به کتاب نیست بگذارش کنار. نگاهم روی صفحه کتاب میلغزد. لآلی الاخبار باب 8، دیگری را میآورند که اهل انفاق بوده و میگویند قصدت این بوده که مردم بگویند فلانی با سخاوت است، پس او را با آتش میبرند. میگویم نه. به پشتم را که به دیوار است پایین میسرانم تا مثل جوادی کلم را پشت کتاب پنهان کنم. نه آقا، نه خانم، شلاق خوردن کار ساده نیست، برای خودش مراسمی دارد. البته حاج آقا به همه ما آموخته است این یک آیین است. اول آدم را روی نیمکتی چوبی دراز میکنند، گاهی هم روی تخت مخصوص شلاق. تختها البته همیشه یک شکل نیست، کوتاه و بلند دارند. گاهی دست و پای آدم را محکم به تخت میبندند، گاهی هم نه. 3-4 تا لندهور پیدا میکنند که روی سینه و شکم و پاهایت بنشیند، گاهی هم اصلا آزادت میگذارند تا زیر شلاق، تا زیر ضربات شلاق به پیش تاب بیفتی. خب در این حالت مشکل خودت زیاد میشود، یعنی باید کار شکنجهگرها را هم خودت بکنی و طوری خودت را برابر شلاق قرار دهی که نقاط حساس بدنت کمتر زیر ضرب باشد. بستن زندانی به تخت مخصوص شلاق هم همیشه یک جور نیست. ماموران شاه یک جور آدم را به تخت می‌بستند، ماموران خمینی یک جور دیگر. ماموران شاه کف پا و لنبر زندانی برایشون مهم بود. از یک زندانی سیاسی دوره شاه شنیده بودم که رسولی شکنجهگر میگفت بین اعصاب کف پا و هوشیاری آدمی ارتباط هست. چیز جالبی است نه؟ عجیب است. با اون همه دانشمندانی که قورباغه‌های زبان بسته را زنده به چارمیخ میکشن تا جریان گردش خون بدنشون را آزمایش کنن و دایره علم را وسعت بخشن محکوم نمیکنیم، اما رسولی را که فقط 30-40 ضربه ناچیز روی کف پای زندانی میزند تا فرضیه ارتباط اعصاب کف پا و مغز را اثبات کند، هزاران بار طعن و لعن میکنیم. باز هم بگویید این هم از عوالم سگ شدن است. درس میگیرم، میروم سر مطلب اصلی. ماموران خمینی اصلا اعتقاد به علم ندارن. اونها در شلاق نیروی متافیزیک میبینن، نیروی ماورای قدرت بشر. برای اونها شلاق حکم معجزه را دارد. تمام تن زندانی باید اون را لمس کند تا معجزه رخ دهد. یعنی آدمی از موجودی نجس، حرام، قابل سوختن در آتش دنیوی بدراید و به موجودی حلال و قابل سوختن در آتش جهنم تبدیل شود. مقاومت زندانی در زیر شلاق در چشم حاج آقا لاجوردی حالت نوزادی را دارد که نمیخواهد از شکم مادرش بیرون بیاید. ما زندانی ها بارها این نظریه حکیمانه او را شنیده ایم. به نظر او نوزاد چون عادت به تاریکی درون شکم مادر دارد، حاضر نیست به سادگی به جهان تازه پا بگذارد. این طوری است که حاج آقا در نظر خودش تنها وظیفه یک ماما را انجام میدهد. البته مامه‌های قدیمی، و شاید به همین خاطر است که قابلگی رسولی را زیاد قبول ندارد. خب حالا بگویید که حاج آقا لاجوردی دیو است، افریت است. آخر کدام بچه است که مامایش را دوست نداشته باشد؟ یونس فقط به خاطر گل روی حاج آقا ملاقات با خانوادهش را قطع کرده است. از این محکمتر هم علقه پیدا می شود. تو این مدت 3 بار پدرش پشت میلها آمد، باز یونس سرباز زد. می گوید پدر واقعی حاج آقاست. خود حاج آقا هم دست به دامنش شد، باز سودی نکرد. بیرون که بودم از این اون می شنیدم که بصیرتی حاج آقا در چهره، که می گفتن که بصیرتی حاج آقا در چهرهش هم پیداست. خودم هم از قیافش بدم می آمد. حتما اون روزی که تلویزیون تصویرش را با بچه مسعود رجوی در بغل در کنار اجساد اشرف موسا نشون داد به یاد دارید. در اون لحظه چنان نفرتی نسبت به حاج آقا در چشمان همه بود که قابل وصف نیست. انگار موجودی کثیف‌تر و هیولاتر از او تا به حال دیده نشده بود. یکی میگفت چشمانش را در پشت عینک ببین، دیگری میگفت دماغ نحسش را نگاه کن. آدمایی بودند که با دیدن اون همه قساوت و زشتی به زعم اونها که در ناباور آدمی هم نمیگنجید، با مشت و لگد صفحه تلویزیونشون را خرد کردند. اما همه این نظرها اشتباه بود. من خودم با چند نفری که در بیرون همین فیلم را دیده بودن چند بار دیگر این فیلم را در ایوین دیدیم. بعد از دیدن فیلم همه میگفتیم که حاج آقا واقعا چقدر مهربان، زیبا و دلسوز است. یعنی حاج آقا اونجا چیکار میتوانست بکند؟ بچه رجوی را بگذارد زمین که میان اجساد خون بغلتد؟ خودش میگفت حساسیت قابلگی وادارش کرده بود که خودش را هر چه زودتر به اونجا برساند. حق با حاج آقاست. او اونقدر ما را دوست دارد که طاقت یک لحظه دوری من را ندارد.
توی اوین نیستی تا ببینید وقتی یکی از تقوابا موقع تیر خلاص دادن به زندانیای کافر و منافق دستش میلرزد یا کمی اونپا میکند، چه حالی با حاج آقا دست میدهد. او مثل معلمی دلسوز که یکی از شاگردانش مردود شده چنون دچار تب و لرز میشود که تا ساعت حالش جا نمیآید. شک شرکت در جهاد مقدس ساده که نیست. حاج آقا مثل آدمای بیخیال فکر دو روز عمر دنیامون را که نمی کند. او همه این مرارتها را به جان می خرد تا آخرتمون را نجات دهد. روزی میلیون ها بار سوختن در آتش جهنم، اون هم با دودی سیاه و عفن که دوزخیان هم از بوی تنت مشمئز شوند، مجازات کمی است. یک شب پای صحبت یونس بنشینید تا بفهمید وحشت از آخرت چه معنایی می دهد. خوب، با این همه نگرانی درباره ما خیال میکنید حاج آقا وقت اون را دارد که وقتی جلوی دوربین فیلم برداری است به جست و اداهاش توجه کند؟ واقعا از اون حرفا. اصلا ما همه معتقدیم تلویزیون سیاه‌سفید حالت نورانی چهره حاج آقا را خراب میکند. این را صد بار به او گفتیم. حاج آقا با آنکه میدانست ما همه حق داریم باز میرفت جلوی دوربین تلویزیون. خوب از این آدم فداکارتر کجا پیدا میکنید؟ حاج آقایی به این زیبایی و قشنگی خودش رو دستی دستی فقط به خاطر پیشبرد انقلاب اسلامی میاندازد زیر تیغ فیلمبرداران جلال تلویزیون تا یک چهره از اون نشون بدن که از زشتی در ناباور آدم هم نگنجد. من خودم دخترهایی را دیدم مثل پنجه آفتاب. البته در ایرین مشکل میشه بعد دختری مانند پنجه آفتاب پیدا کرد. نبودن نور کافی، کمبود غذا، بیخوابی از کمبود جا، چرک ماها مونده بر بدن، دیگر پوست روشنی برای کسی باقی نمیگذارد. که چنون قربان صدقه ریش حاج آقا می رفتن که انگشت به دهن می موندی. حاج آقا برای اونها پدر بود. کتابای متحری به اونها می داد بخوانن، برایشون تفسیر قرآن می کرد. خب البته بدش نمی آمد وقتی روی تخت شلاق خوابیدن مامورانش را آزاد بگذارد تا مزد تفسیر روی باستن اونها بالا پایین بپرن. خودش گوشه می ایستاد و قش قش می خندید. حالا تو بیا و بگو حاج آقا زشت و بد قیافه است، وقتی حرف حساب توی گوشتون نمی رود من چیکار می توانم بکنم؟ اما داشتم چیز دیگه ای را می گفتم. رسولی اونطور که شنیدم ضربه های شلاق را می شمرد. آخر او در بند اثبات فرضیهش بود. دقت می کرد در کدام ضربه اون ارتباط عصبی که پیجویش بود برقرار می شود. اما حاج آقا لاجوردی 100 تا 200 را یک بند محض نوش جان می زند. 100 تا 200 در مغز حاج آقا اعداد قابل حسابی نیستن. رسولی بعد از اولین تجربه سوالات حساب شدهش را پیش روی زندانی می گذارد. اما حاج آقا لاجوردی که اهل حساب و کتاب نیست، او اصلا از بروکراسی بدش می آید. حاج آقا در پیشبرد کارش شیوه عارفانه خودش را دارد. جسم و جان بزرگترین معیارهای اوست. اونقدر می زند تا متوجه شود جان نااصل و بدگوهر زندانی آهنگ خروج دارد. اون وقت کمی دست بر می دارد ببیند جسم آمادگی پذیرفتن جان به زعم او نو و تازه را دارد یا همچنان مقاومت می کند. خوب، زایش که به سادگی انجام نمی گیرد. اعمال بعدی دیگر برای حاج آقا لاجوردی در حاشیه است. همینطور که سراغ یکی دیگر میرود میگوید وقتی زندانی به هوش آمد سه روز اونم مزه استراحت با یک دست آویزانش کنند. آه چه لطفی، کسی باورش نمیشود. من که از این شانسا نصیبم نشده بود. برادر جمشیدی میآید توی سلول. جوادی زودتر از همه متوجه ورود او میشود. برادر جمشیدی با اشاره انگشت جوادی را به سمت خود میخواند. جوادی دست پاچه کتابش را برمیدارد و برمیخیزد. برادر جمشیدی میگوید نه، کتاب تو بذار زمین. جوادی بی خودی دور خودش میچرخد، کتابش را زمین میگذارد و با عجله همراه برادر جمشیدی از سلول بیرون میرود. میگویم یونس خبری شده؟ یونس انگشت روی لبانش میگذارد. از احمدی میپرسم موضوع چیه، تو خبر نداری؟ احمدی شانه بالا میاندازد. شایدم ملاقاتی داشته. زن ملاقاتی برای جوادی رو نمیبرم. چند روز پیش خبر شده بود که مادرش در بیمارستان بستری است و خواهرش را همسایه ها نگهداری میکنن. میگویم نه، کی را داره ملاقاتش بیاد، اونم این موقع. احمدی میگوید پس من چیزی نمیدونم. یونس دوباره انگشت روی دهانش میگذارد. باز به صفحه کتاب خیره میشوم تا یادهایم را پی بگیرم. روز اول را یک ریز خوردم و بیهوش نشدم. سر ضربه اول کف پام را بی‌حس کرد. حاج آقا گفت روی شکم درازم کنن و از پشت روی مچ پام بزنن. ضربه ها که بالا می رفت فریادهای از حنجرم بیرون می آمد که به صدای هیچ حیوانی شبیه نبود. روز چهارم پنجم دیگر جای سالمی توی بدنم نبود. دست به هر جای تنم می زدم چنان نیشتری از درد در جانم می خلید که تصور شلاق خوردن را هم نمی توانستم بکنم. دو تا حفره گنده از خون و استخوان کف پام درست شده بود که نگاه کردن به اونها مرا در هم می پیچوند. وقتی پاسدارها کشان کشان مرا نگاه‌هایم بد جوری ترحم‌آمیز بود. خودم این را احساس می‌کردم. روی تخت که درازم کردن سعی کردم به زخم‌های پام فکر نکنم اما نشد.
اولین ضربه که فرود آمد درد تا مغز استخوانم تیر کشید، نمیشد طاقت آورد. بانگ‌هایی از حنجرم بیرون می‌آمد که توأمان آه و فریاد و ناله بود. حاج آقا آرام ایستاده بود و هیچ حرف نمی‌زد. وقتی دست از سرم برداشتن، پاهام به همه چیز شبیه بود جز پا. دیدن اون رشته های آویزان خون و گوش دلم را ریش ریش میکرد. اون لحظه که حاج آقا دستش را بلند کرد و گفت کافیز، انگار دنیایی را به من بخشیده بودن. دلم میخواست هرچی زودتر مرا بیاندازن توی سلول تا با زخمایم تنها بمانم، اما حاج آقا کمی بالای سرم ایستاد و بعد از اون که نگاهی به چشمان ترحم‌آمیزم کرد به پاسدارا گفت دوباره شروع کنن. همین لحظه بود که فریاد زدم حاج آقا ببخش، هرچی بگی به چشم. حاج آقا گفت بگو توبه. گفتم توبه، توبه حاج آقا. حاج آقا نگاهی از سر دلسوزی به زخمای تنم کرد و در حالی که سرش را تکون میداد به پاسدارا گفت بازش کنید. توان نشستن و سوال جواب را نداشتم. سرم گیج میرفت و حالت استفراغ مم دست داده بود. حاج آقا متوجه حالم شد، گفت ببریدش سلول، حالش که جا اومد خودم میرم سراغش. غروب بود. وقتی انداختنم توی سلول، خاکستری تیره آسمان را از پشت دریچه میتوانستم ببینم. از درد جرأت تکون خوردن نداشتم. به بدتر از اون رنجی بود که از ناتوانیم میبردم. احساس نوعی بیپناهی و تنهایی وحشتناکی تمام وجودم را در بر گرفته بود. خشم و نفرت نسبت به همه چیز از یک سو و احساس واموندگی از سوی دیگر دیوارهای مغزم را میشکافت و مرا معلق در میانه زمین و آسمان نگه میداشت. تا میخواستم به خودم هی کنم که اگر حاج آقا سراغم آمد لب باز نکنم، تصور شلاق و زخمای پام وجودم را به لرزه در می آورد. سگ مصب چیزی هم برای خودکشی دم دستم پیدا نمی شد. اگر هم با جان کندن چیزی را پیدا می کردی، درست سر به زنگا نگهبان ها با خبر می شدن. چند نفری توانسته بودن با بریدهای زنگ زده پایین در مستراها رگشون را بزنن، اما درست همون موقع که از روش رفته بودن سر و کله نگهبانان پیدا شده بود. جان هم به این سادگی که از سر آدم دست نمی کشد. انگار درست در همون لحظه پرپر زدن حواسش هست چطور ماجرا را کش دهد. وقتی فکر مقاومت دوباره می افتادم، سعی می کردم به پاهایم نگاه نکنم. فکر مقاومت لحظه آرامم می کرد. آخر نمی خواستم سگ شوم. باور کنید نمی شود اون لحظه هایی را که بر من در سلول گذشته است بیان کرد. دیگر حفظ ارزش های سیاسی توی کلم نبود، خنده هام بود، شادی هام بود. نمی خواستم به خودم بقبولانم بعد از لو دادن کسی دوباره همون شادی های گذشتم را داشته باشم. آه، تصور اینکه خودم را با پیشانی کدر و اخمو گوشه ای کس کرده داشتم می دیدم مثل خود روحم را میخورد. برای اولین بار بود که از پوستم متنفر شدم. از تمام وجودم نفرت کردم. ای کاش میتوانستم روی پاهام بیستم. شاید اگر میتوانستم فکرهای خوبی سراغم میامد. اونطور دراز کش همش یاد شلاق میافتادم. نفرتم گرفت. چه قانون زشت و هولاکی، همه زیبایی وجودت را میسپارند دست شلاق. به تمام خوب تن چقدر طاقت بیاورد؟ گلوله نیست که ناغافل بخورد توی مغزت به تمامت کند. همینطور فرود میآید. ساعتها به جسم بدبخت و بیکس باید تک و تنها بار بکشد. یاد شیرهای توی قفس سیرکبازها افتادم. حتما اونها را دیده اید. کافیست رام کننده اونها با شلاقش توی قفس بیاید، به تسمه درازش را تکون بدهد تا اونها با اون همه یال و کوپال روی جعبه‌های چوبی بپرند و ادا در بیاورند. راستی هیچ به چشم شیرها در اون حالت توجه کرده اید؟ هیچ فکر کرده اید زبونی اونها وقتی شلاق به صدا در میآید چقدر دردناک است؟ خوب، پوست من که از پوست شیر کلفت‌تر نبود. دلم برای اون غرور و شکوه از دست دادشون سوخت، برای همه غرورها و زیبایی‌هایی که در معرض تهدید شلاقن. گفتم به جهنم، بازم طاقت می‌آورم. به چشمانم را بستم که وسوسه نشوم، به زخمای تنم نگاه کنم. یاد شیرهای ذلیل و خار شده عرق سردی بر بدنم نشونده بود. گفتم اگر حاج آقا آمد خودم را به گیجی می‌زنم. طوری وانمود می‌کنم انگار من نبودم، صدای توبه توبم زیر شلاق بلند شده بود. چند ساعت که گذشت دلم کمی قرص شد. گفتم دیگر سراغم نمی آیند. حساب تمام ثانیه‌ها را می کردم. هر صدای پایی که توی راه رو می پیچید دلم هر می ریخت. اما ای کاش خود حاج آقا می آمد. اگر او می آمد با آن حالتی که در اون لحظه داشتم، شاید مسیر دیگری جلوی پایم پیدا می شد. تا نصفهای شب از درد و انتظار خواب به چشمانم نمی آمد. بعد نفهمیدم چطور شد که فکر کردم امشب را دیگر با من کار ندارن. از بازجویی شبانه هراس داشتم. تاریکی بد جور آدم را بیقوت می کند. وقتی خردک نوری نیست، دلت مثل کبوتری هراسیده زیر چنگال های شاهین تون تون می تپد.
پلکام داشت سنگین میشد که با ضربه محکمی روی سرم از چرت پریدم. پاسداران میدانستند نای تکون خوردن ندارم. دو نفرشون زیر بغلم را گرفتند و کشون کشون از سلول بیرونم آوردند. از پاهای زخمیم که روی زمین کشیده میشد چنون دردی توی جانم میدوید که بی اراده نالم بلند شده بود. تصور هولناک از عذاب‌آور خوابیدن روی تخت شلاق تمام مقاومتم را از من سلب کرده بود. چشم کش میکردم تا شاید اثری از حاج آقا در گوشه‌ای ببینم. به خیالم را لحظه‌ای از فقط روی زخم‌ها می‌زدند. قلبم داشت از سینه کنده می‌شد. یک بار صدای خودم را شنیدم که داشت حاج آقا را صدا می‌زد. هم خودم بودم و هم نبودم. جسم به جان رسیده‌ای بود که دیگر نمی‌توانست به جای اون را نداشت که تحمل بیشتری کند. خودش بود که فریاد می‌زد. خودش بود که داد می‌کشید و حاج آقا را می‌خواست. راستی به چه کسی بگویم؟ باور کنید این من نبودم. این جسمم بود. پوستم، آه پوستم. اون وقت حاج آقا مثل فرشته‌ای سر رسید. با دستام که آزاد بود زانوهاش را چسبیدم و با التماس گفتم حاج آقا، حاج آقا تنهام نگذارید. حاج آقا مثل پدری مهربان دست روی سرم کشید و گفت نه پسرم، من هیچ وقت تنهات نمیگذارم، هیچ وقت. گفتم قول بده حاج آقا، قول بده. حاج آقا خم شد و با مهربانی آه چطور بگویم پیشانی عرق کرده و داغم را بوسید. نه مشکل است، باور کنید. باید زیر شلاق بود تا محبت بیکران حاج آقا را درک کرد. اینم که برای همه پیش نمی آید. راحت و دلخوش ببخشید اگر اینجور داوری می کنم. توی خانتون نشسته اید و همینطور بی خود و بی جهت برای حاج آقا سازکوک می کنید. بدتر از اون چشم ندارن ببینن ما پدر مهربانی داریم که یک لحظه هم ترکمون نمی کند. شب و روز توی ایوین است. یکی از شما حاضرید خانم و زندگیتون را به دلخواه ول کنید و یک ساعت توی این راهروهای تاریک سر کنید؟ هرگز. نگاه تیز و فرو رونده ای را در پس گردنم احساس می کنم. سر بالا می برم. برادر جمشیدی است. می گوید سبحکم الله بالخیر. می گویم خبری شده برادر جمشیدی؟ می گوید پاشو پاشو جوادی، 5 دقیقه است بالا سرت وایسادم، خوابی؟ می گویم برادر جمشیدی عوضی گرفتی؟ من محمدم، محمدی. نگاهی به دور برم می کنم. از یونس و احمد و باقر خبری نیست. بختم می زند. برادر جمشیدی خم می شود و زیر بغلم را می گیرد. پاشو جوادی، معطل نکن. حاج آقا تو حسینیه براتون برنامه گذاشته. پاشو. می گویم برادر جمشیدی چرا حالیت نیست؟ جوادی رو خودت نیم ساعت پیش بیرون بردی. برادر جمشیدی دست به کمر برزده می ایستد. جوادی نکند روانی شدی؟ می گویم برادر جمشیدی باور کن روانی نیستم. من حتی می دانم چرا جوادی رو بردید بیرون. باور کن من محمدم، محمدی. برادر جمشیدی به زور بلندم میکند. تواب که روانی نمی شود پسر، بلند شو. و هلم میدهد زودتر زودتر تا برنامه را شروع نکردن. همینطور که همراه برادر جمشیدی پا برمیدارم میگویم برادر جمشیدی من میدانم چرا جوادی ساعت برادر صدیقی را دزدید. من حتی میدانم به خاطر احتیاج نبود، خودش به من گفت. باور کن من محمدم. برادر جمشیدی میگوید تو زر زیادی نزن، ما خودمون همه چی رو میدونیم. میگویم برادر جمشیدی باور کن جوادی میخواست امتحان کنه اگه زیر شلاق تاب میاره توبهش را برای همیشه بشکنه. باور کن. برادر جمشیدی بیان که به حرفام گوش بدهد از در حسینی علم میدهد تو. گوش تا گوش همه یه توابان نشستن. جوادی را که روی تخت شلاق درازکش میبینم ترسم میریزد. دیگر نمیتوانن انکار کنن که من محمدم. دو تا تواب پشت به پشت روی کمر جوادی نشستن. چشم چشم میکنم تا باقری و یونس و احمدی را پیدا کنم و بروم پهلویشون بنشینم. اما کار بیهوده ایست. اونجور که همه تنگ هم نشستن مشکل بتوانم بعد از پیدا کردنشون قدم از قدم بردارم. ناچار ته صف می نشینم. حاج آقا بالا سر جوادی ایستاده است. تسبیح دان درشتش هم دستش است. کنار او روی صندلی دو شلاق سیمی مثل دو مار باریک بیابانی از دور دیده می شود. حاج آقا چهره خندانی دارد. انگار برنامه شاد و راضی کننده ای را در ذهن تدارک دیده است. فکر می کنم عوضی می بینم. شاید حاج آقا هنوز نیت جوادی را نخونده است. توابا از خوشحالی روی کونشون بند نمی شوند. مدام گردن می کشند و برای جوادی شکلک در می آورند. حاج آقا سرش را تکون می دهد و رو به جمع می گوید کی آذر از شروع کند؟ صدای توابا بلند می شود. حاج آقا من آذرم حاج آقا. من حاج آقا. حاج آقا بسپارش دست من. صدای یونس از همه رساتر است. حاج آقا یکی از شلاغ ها را بر می دارد و به یونس اشاره می کند. یونس از توی جمع جهستنان بیرون می دود. نه ایستاده شلاغ را از حاج آقا می گیرد و دستش را بلند می کند. حاج آقا با خنده دستش را توی هوا می قاپد. چقدر عجله داره یونس، صبر کن. همه می زنن زیر خنده. حاج آقا رو به جمع صداش را کش می دهد. نفری چند ضربه؟ دوباره صدا در صدا می شود. حاج آقا نفری 10 تا. حاج آقا 15 تا. 20 تا حاج آقا نفری. حاج آقا صورتش پر از خنده است. چه خوش اشتها.
بعد رو به جوادی میکند، توبه میکنی یا نه؟ جوادی ساکت است. حاج آقا رو به جوادی میپرسد نفری 5 تا چطوره؟ جوادی هم چنان ساکت است. حاج آقا میپرسد 6 تا جوادی ساکت است. یکی از توابا داد میزند حاج آقا همون 15 تا. حاج آقا سرش را با تایید تکان میدهد. یونس شروع میکند، محکم فرود میآورد، یاد حرفی که توی سلول به من گفته بود میآیم، مرا این مشرک است. یونس از دل میزند، درست مثل یک مؤمن واقعی. بغضی توی گلویم میپیچد، نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. بعد از مدت ها پلکایم نم برمیدارد و چکه های گرم و داغ اشک روی گونه هایم جاری میشود. طاقت نمی آورم توی چشمان جوادی که انگار از دور تنها به من خیره شده است نگاه کنم. حس می کنم باید پلکای جوادیم خیس باشد. سرم را پایین می اندازم. دیگر فقط صدای ضربه هاست که می شنوم. ضربه هایی که فرود می آیند. ضربه هایی که همینطور شمارهای اونها دارد بالا می رود. بین ضربه ها فاصله نیست. شلاق زنها به صف پشت سر هم ایستادن تا کمترین فرصتی به جوادی ندهند. کابوسی برابر چشمانم بال می گشاید. سگای گرسنه ای را می بینم که از بی‌غذایی دنده هاشون از زیر پوست بیرون زده و بر گرد تومه‌ای دندان در استخوان‌های یکدیگر فرو می کنند. حاج آقا با چشمانی قرمز و با گرزی که سر اون خار دارد میان سگا افتاده تا آرامشون کند. با هر ضربه‌ای که فرود می آورد قهقه خشکی از جلوی لاغر و درازش به بیرون تف می شود. نمی توانم تحمل کنم. از جا بر می خیزم تا از حسینیه بیرون بروم. صدای حاج آقا سر جا می خوبم می کند. کجا؟ بیان که سر بالا کنم سر جایم نیستم. هنوز سرم پایین است. نمی خواهم کسی اشکایم را ببیند. حاج آقا می گوید بیا اینجا ببینم، بیا پسرم، بیا نزدیک ببینم چته. صدای ضربه ها قطع می شود. آرام به طرف حاج آقا را می افتم. پایین پاش درست در کنار تخت شلاق می نشینم. صورت جوادی 2 انگشت با بازویم فاصله دارد. چشمان جوادیم خیس است. حاج آقا دست میگذارد زیر چانم و سرم را راست میکند. گریه میکنی؟ فقط نگاهش میکنم. حاج آقا میپرسد چرا گریه میکنی پسرم؟ جوادی از بغل دستم با بغض توی جلو میپرسد محمد برای من که گریه نمیکنی؟ میگویم نه، دارم به حال اینا گریه میکنم. جوادی میگوید من هم. حاج آقا جا میخورد. چی؟ انگار حرفامون را نشنید، شنیده است. صدای توابا بلند می شود. حاج آقا تنش می خواره. حاج آقا راهی تختش کن. حاج آقا بسپارش دست یونس. همه می خندم. من هنوز دارم گریه می کنم. اشک گرم و داغ هنوز روی گونه هایم روان است. اشکی آشنا، اشکی که از اعماق وجودم می جوشد و از چشمانم بیرون می زند. اشکی که استخوانهای سرد و مردم را گرم می کند. بند بند اونها را ازم می گشاید. حس می کنم آرام آرام دارم از جلد سگیم بیرون می آیم. حاج آقا به برادر جمشیدی اشاره می کند. برادر جمشیدی به همراه 2 پاسدار می آیند و جوادی را از روی تخت بلند می کنند و مرا سر جای جوادی روی تخت می خوابانند. برادر جمشیدی آهسته توی گوشم زمزمه می کند توبه کن پسر، قال را بکن، خودت می دونی چه در انتظارته. لب از لب باز نمی کنم. شلاق سیمی در هوا ویج می کند و فرود می آید. با پلکای روی هم خوابیده نزدیک شدن حاج آقا را به تخت احساس می کنم. آه چه لحظه ای. ضربه ها فرود می آیند. دندان بر دندان می سایم و لب باز نمی کنم. کله ی حاج آقا نزدیک می شود. برادر جمشیدی یک جای پایم را هدف گرفته است. درد تا مغز و استخوانم پیچیده است. نفس حاج آقا که روی گونه هایم ول می شود دهان باز می کنم و خون و آب غلیظ مونده در دهانم را با نفرت به صورتش تف می کنم. تف و دیگر چیزی نمی فهمم.